موشکی که ملاحظه می‌فرمایید موشک اسکادبی روسیه. این موشکایی بوده که در زمان جنگ ازش استفاده می‌کردیم. بعد از تولید موشک‌های سوخت مایع مثل شهاب و قدر، به توانمندی تولید موشک‌های سوخت جامد مثل نازعات و فاتح تا موشک‌های نسل جدید دسفول و ذوالفقار رسیدیم. اون موشک با وزن 6 تن 300 کیلومتر برد داره. دقتش هم مثلا با یه خطای 1500 متری ممکنه هدف بخوره. 1500 متر خطا. الان مثلا شده ذوالفقار یا دسفول، اینها برد 700 کیلومتر و 1000 کیلومتر، یعنی بیش از 3 برابر برد و دقت هم نقطه زن هدایت کنترل موشک هاست. پیشرفت قابل توجه در تولید سیستم هدایت کنترل موشک ها هم بُعد دیگری از قدرت دفاعی ایرانه. این سه تا میشه هدایت کنترل یه موشک. بله. خب این سیر تحول اتفاق افتاده در طی سال‌ها، سبک‌تر و هوشمندتر، سبک‌تر و کوچک‌تر شده. بله. و امروز ما میرسیم به این، یعنی اون سه تا میشه این اولین پهباد. اگر روزگاری در جنگ فقط پهبادهای کوچک و صرفاً با قابلیت عکس برداری رو در اختیار داشتیم، اما امروز به جرئت میتونیم بگیم که در تولید پهپادهای شناسایی و بمب افکن جزو چند کشور اول دنیاییم. اینجا در واقع غنیمت‌های پهپادی است که بله. از دشمن گرفته شده. بله، اینا غنایم آرکی 170، اون گلوبال هاگ آمریکاییه که در خلیج فارس سرنگون شد. بله. اینا آمریکاییه و اینم از رژیم صهیونیستی. بله، رژیم صهیونیستی.